شروین حاجی پور خواننده آهنگ برای و آخرین وضعیتش در بازداشتگاه و اینکه الان کجاست و چه سرنوشتی در انتظارشه و همینطور صحبت‌های دوست صمیمی شروین درباره آخرین وضعیت اون و تماس تلفنی که با مادرش داشته. تا پایان این ویدیو همراه ما باشید، راجبش صحبت می‌کنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومد. خب یه آهنگی که هفته پیش خیلی وایرال شد، آهنگی بود که شروین حاجی پور خواننده جوان کشورمون اون رو اجرا کرده بود و به سرعت توسط شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شد و از همین طریق این خواننده تونست شهرت زیادی رو به دست بیاره. این خواننده با اینکه خیلی خواننده شناخته شده ای نبود، ولی توی پیج اینستاگرام خودش توی 24 ساعت اول کارش خیلی بازدید خورد و حتی به نزدیک 60 میلیون بازدید توی اینستاگرام خودش رسید و همین اتفاق باعث شدش که نیروهای امنیتی روی این خواننده هم حساس بشن و اون رو بازداشتش کنن و پیج اینستاگرامش هم تمام پست هایی که توش قرار داده بود رو پاک بکنن. و بلافاصله بعد از بازداشت شروین حاجی پور، شایعاتی رو مبنی بر بدرفتاری با این خواننده و حتی ضرب و شتم و حمله به خونش هم مطرح شده بود. ولی خب اینطور که دوست شروین روایت کرده، بازداشت شروین با خشونت نبوده و اصلا حمله ای هم به هیچ صورت نگرفته و در واقع اصلا شروین تهران نبوده که پلیس امنیت تهران بخواد دستگیرش بکنه و اونو ببره زندان اوین. طبق گفته این دوست شروین، اون توی مازندران بوده و پنجشنبه باهاش یه تماسی گرفته شده و از پلیس فتای مازندران گفته میشه که باید فلان ساعت فلان تاریخ توی پلیس فتای ساری باشی و ازش دعوت میکنن که توی اون ساعت توی پلیس فتا حتما حضور داشته باشه و شروین هم توی همون ساعت و روز خودش رو به پلیس معرفی میکنه و از اون روز توی بازداشت پلیس هستش و اصلا تهران نیومده و توی بازداشتگاه ساری مازندران قرار داره. حتی از داخل بازداشتگاه هم یه تماس تلفنی با مادرش داشته و سلامتی خودش رو به خانوادهش خبر داده. بریم با هم صحبت‌های این دوست شروین رو درباره جزئیات ماجرای دستگیری این خواننده و اتفاقاتی که تو این چند روزه براش افتاده رو بشنویم. من سجادی‌ام. همین الان از خونه پدر مادر شروین دارم میام و لازم دونستیم که یه سری توضیحات رو بهتون بدیم. ببینید، ماجرا از اون قراره که پنجشنبه 7 مهر با شروین تماس گرفتن و بهش گفتن که تا 1 ساعت دیگه پلیس فتای ساری باش و هیچ کسی توی خونه شروین نریخته، هیچ ضرب و شتمی، هیچ داستانی نبوده و شروین خودش با پای خودش رفته ولی نگهش داشتن. ما هیچ خبری از شروین نداشتیم تا همین امروز صبح که مطلع شدیم شروین همون ساریه و تهران و اوین یا شهر دیگه ای نبردنش. خودش با مادرش تماس گرفت و گفت حالم خوبه و نگرانم نباشیم. ما همه هم منتظریم که روند قانونی هرچه زودتر طی بشه و ما بتونیم شروین رو کنار خودمون داشته باشیم. هر اخبار و حواشی هم که میشنوید کذب محضه، دامن نزنید بهش لطفا. خیلی مخلصیم. خب دوستان، این بود آخرین خبر از شروین حاجی پور. حتما نظرتون رو برامون راجع به کار پرطرفدار این خواننده بنویسید و برامون تو بخش کامنت ها بگید که با کدوم قسمت این کار بیشتر ارتباط برقرار کردید. امیدواریم که این خواننده خوب کشورمون هم به سلامت از زندان آزاد بشه و مشکلی براش پیش نیاد. ممنون از همراهیتون. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.